امروز خیلی کم گپ میزنی. بله امروز امروز زبانم به خانه یادم رفته. یعنی ما چ تو چی وقت کم گپ زدیم نیفهم امروز میفهم بی خواب هستم. آ معلوم میشه. معلوم میشه خسته خسته هستی. خانم فریدم که گپ همیشه از گپ های از این آدم مستفید میشه. خواهش میکنم سلام خدمت همگی شما. شما خوش سلامت باشید. سلام به همگان، در میز خارخوانده هستیم با دوستای عزیزی که همیشه میاین اینجا حضور دارن و شما کم پرگپی میکنن طول همه برنامه ها، گپ زیاد میزنن خانم ها، درسته؟ میمان نازنینی داریم، خانم ناید فرید. نیاز نیست که بیشتر توضیحات بدیم کی هستن، چون آدمی هستن که البته هوایی هستن که اینجا زیاد در بشنستن، آدم که دیگه گروه سهل و هوا دیگه گروه. سلام دختران هم پذیرا شوید. دوست عزیز، من هم بنابرای خود سلام تقدیم میکنم. خدا کنه که همه شما عزیزان خوب باشین و آخر هفته هست، باز هم مهمان خانه هایتان هستیم. در این برنامه خواهرخوانده های ویدا جان هستیم ما. اگر ویدا جان شروع نکنه ما چپ چپ میشینیم. باز آمده ما را متهم میکنه که بیشتر گپ میزنین. به هر صورتش امروز در برنامه یک نازبانو یا گلبانوی خیلی نازنین را در کنار خود داریم که همه شما میفهمم خیلی دوستش دارین. سونیا جان، ما هم بنابرای خود سلام تقدیم میکنم بر خواهرخوانده ناز خود و با میمان عزیز خود. خوش آمدید در برنامه ما. چون زیادتر اگر صحبت هایی که من زیاد دوست دارم ازشان بشنوم بسیار مقبول هم صحبت میکنن. خانم ناهید فرید در کنار ما هستن امروز و بینده های عزیز همراهی شما را چون با خود خوان هستیم، با ما همراه باشین با صحبت های گرمی که مثل همیش در میز می داشته باشین. ناهید جان، چون خدمت همه دوستان حاضر در این میز، خواهرخوانده های عزیز و خواهرخوانده هایی که در خانه های خود نشسته هستن و این برنامه رو میبینن، عرض ادب دارم. امیدوار هستم روز خوبی را آغاز کرده باشن و در این برنامه یک برنامه خودمانی رو میخواییم خیلی متفاوت تر از برنامه هایی که من تا حال داشتم در خدمت شما باشه. این که زنان بسیار گپ میزنن، زنان زبان درازی میکنن و البته بسیاری اوقات ملامتی هم بابت به زبان درازی میگن، چون به زبان دراز است اوضاع را خراب کرده یا فضا را متشنج ساخته اینا. امروز هم بحث ما روی همین موضوع است، با خاطرات ما و با قصه های عینی که ما در درون خانواده ها داریم، در بیرون اجتماع داریم، در سر کار و وظیفه داریم و ای که میایم ببینیم که واقعا خانم ها بیشتر از مردا گپ میزنن. من فکر میکنم باید اول تفکیک کنیم که یک خصلت ذاتی هست یا نه، اکتسابی از جامعه کسب میشه به خاطر چالش هایی که زنان دارن یا نه، هورمون های خاصی بدنشان داره یا مغزشان داره. به خاطر این موضوع من یک مقدار تحقیق کردم قبل از اینکه به این برنامه بیام. یک روزنامه دیلی میل در سال 2013 یک تحقیق رو برای انداخته و او باورمند به این هست، نویسنده این مقاله، که بله زنان 20,000 واژه در روز صحبت میکنن و مردان 7,000 واژه در روز صحبت میکنن. اما باز به رد این دیدگاه یک مجله به نام مجله ساینس دکتر میل که یکی از دکترهای بسیار بسیار مشهور جهان در عرصه زبانشناسی هست، دیدگاهشی هست که نه، من باورمند هستم که میزان کلماتی که زنان و مردان صحبت میکنن بر اساس آنچه در روز میگذره و روابطی که زنان و مردان با جامعه یا با خانواده دارن یکسان هست و هیچ فرق بین این وجود نداره. پس دیدگاه واحد در مورد تعداد واژه هایی که زنان و مردان صحبت میکنن وجود نداره. در همه مجله های مهم جهان، هم دیلی میل یک مجله مهم هست، هم ساینس که یکی از مجله های عمده یا مهم جهان هست، در این دو دیدگاه در مورد کمیت یا تعداد واژه ها وجود نداره. اما دیدگاه در مورد کیفیت واژه ها وجود داره، کیفیت لغات و کلماتی که زنان استفاده میکنن و کیفیت لغات و کلماتی که مردان استفاده میکنن. دیگه به این خاطر یک پژوهش دیگه، باز یک پژوهشگر چینایی انجام داده و او باورمند به این هست که 12 مورد فرق بین مغز مردان و زنان، یکی از اون موارد زبان هست، ولی این فرق تعداد کلمات نیست. به او باورمند به سه مبحث در مورد زبان هست. مبحث اولی هست که میگه زنان نسبت به مردها واژه های
در نسبت به واژه‌ها و صداها حساس هستند. به همین خاطر این حساسیت باعث میشه که در مقابلش عکس العمل نشان بدن، ولی در مقابل واژه‌ها و صداهای زیادی مردان اصلا حساس نیستن. زنان بیشتر از واژه‌های احساسی استفاده میکنن که بسیار جالب بود برای من. و یکی از مسائل دیگه 10 میلیون پست فیسبوکی بود که یک پژوهشگر آمده بود پست‌های فیسبوکی رو مورد بررسی قرار داده بود که زنان از چه واژه‌ها استفاده می‌کنن و مردان از چه واژه‌ها استفاده می‌کنن. به جای اینکه بگیم خب زنان زیاد گپ می‌زنن، مردان کم صحبت می‌کنن، باور او بود این بود که کیفیت صحبت‌هایی که زنان می‌کنن و مردان می‌کنن متفاوت هست. زنان واژه‌هایی که استفاده کرده بودن، بیشترین واژه خوشحال بود یا هپی، بعد تولد یا برثدی، باز سپاسگزاری و باز شگفت‌انگیز، چهار لغتی بود که زنان خیلی بیشتر از هر واژه استفاده کرده بودن. باز مردان بیشترین واژه‌ای که استفاده کرده بودن شکست، پیروزی، جنگ، سیاست، رقابت. خب وقتی که این دید وجود داره، بهتری هست که روی کیفیت زبان صحبت بشه تا اینکه بگیم کمیت زبان زنان. زنان خیلی پرحرفند، چقدر این زن صحبت میکنه. به جای از او شاید این زبان سازنده هست، شاید نیاز اجتماع هست که این زنان بیشتر از مردان صحبت. حالا بحث اصلی من فکر میکنم حالا پیش از اینکه این قدر عمیق و نحوه صحبت در کشور ما روش صحبت شده، حالا چه مردا چه از زنا، بیشتر از این تلاش بر این میشه که خانما کم صحبت کنن، کم گپ بزنن، کمتر مثلا چیای زیادی هم هست، نصیحت ها و تاکید های زیادی هم در این مورد هست. بله. که سخن سنجیده گوی و مچون. بله. دیگه چیه از او گپای زیاد شاعرای میگن سخن اگر نقره است سکوت طلا است، باز یعنی بار که مردم سکوت بکنن. یک موضوع در این مورد وجود داره، مثلا کم گوی و گزیده گوی چون دور تازنده که تو جهان شود پر. دقیقا. ولی ایره فمینیستی کردن مرد و زن باید به این قضیه توجه کنن. این فقط برای خانم ها نیست، این برای مردان و زنان هست که هم کم سخن بگوین و هم گزیده سخن بگوین. به یک شعر دیگر سعدی گفته بسیار زیبا، میگه شکوه عقل را بسیاری گفتار کم سازد. این عقل زن و مرد گفته، نگفته که خانم کم صحبت کنه. صحبت با آقا بیشتر صحبت کنه. دیدی که نسبت به این نصیحت وجود داره هست که باش که میره سر خانم‌ها تطبیق کنه. و این دیدگاه درستی نیست. باریکی بحث ما سر همینه. بله. که تمامی اینا باید روی زن‌ها بیشتر پیاده بشه و در اکثریت عرصه‌ها علم حفظ خیلی چیزا زنا به دوش باید بله، بکشن. بله، دقیق، مثل بس هویت، بس ادب، فرهنگ، بله، ارزش های فرهنگی، ارزش های دینی، اجتماعی. همه اینا همه باید فقط زنا باید به دوش بکشن. بله، مردا هیچ. بله. در اکثریت جاهایی که من بعضی وقت میرم که قرار حرف بزنم یا سخنرانی بکنم، از دست آقایون تا نوبت به منم میرسه. و بله خب حتما میفهمین که در پارلمان هم این وضعیت هست. چون وقت بر خانم‌ها بسیار زیاد کم میتن، یعنی که اونا بسیار کم صحبت بکنن و همیشه بر صحبت‌های خود بسیار زیاد ارزش قائل هستن. یک باوری وجود داره که زنا کم میفهمن. بله، به همین خاطر کم صحبت کردن زمان به اینا کم بدین. همین حضور سمبولیک از اینا خوبه. خب یک زن هم باشه گپ بزنه خوب است. بله. درست؟ بله. و حضور سمبولیک در داخل همین هیئت هم یک خانم باشه خوب است. یک خانم باشه. در همین گروپ هم اگر یک خانم صحبت بکنه، ما در پارلمان داریم این حرف رو. اتفاقا امروز قرار بود یک هیئت بره، میگفتن یک خانم باشه خوب است. و نمیگفتن که بالاخره خانم ها بیشتر به همین پدیده مثلا چالش مدلترش نیست. همین مدلترش که میگه که همین جندر در نظر بگیریم، حضور خانم ها هم در کنار ما باشه بهتر است. ما خانم برام دیگه به اواخر توهین آمیز. بازو خانم بیچاره را اجازه صحبت نمیدن. سه چهار کلمه صحبت کرد، آه تشکر، آه بنتو میگی متو میگی، خودشان میگن یاد از یک خاطره ما چرا یادشان میره کنجا هست. یاد از یک خاطره ما اومد که وزارت اطلاعات و فرهنگ یک جلسه ای داشتن روی چالش های فرهنگی در افغانستان. آقای سلیمان لایق آمده بود و موین جوانان بود و خیلی آدم های دیگه در کنارش، تقریبا 7-8 نفر بودن. بعد یک باره خب من خیستم گفتم خب یک خانم هم نیاز است در مباحث فرهنگی که ما اصلا او رو به دوش میکشیم، آسیبش هم میبینیم و اصلش هم به دوش میکشیم، ما باید اونجا سخن بگیم، حرف بزنیم در این مورد. گفتن خی خودت بیا سعیست.
یعنی من رفتم از ساعت 8:00 تا ساعت 1 نوبت به من نرسید. مخصوصا آقای لایق قدر صحبت کرد، صبح از دوره آمد، از دوره قاجار آمد تا به دوره آقای غنی ختم کرد و بالاخره من نوبت وقتی که به من رسید گفتن زود ختم کنین که وقت نان است و به من وقت گذاشت تا پرزگک ها می آمد. بعد من گفتم که من هیچ حرف دیگه برای گفتن نمانده برای من، فقط همقدر میگم که زمانی که یک آدم میارین که صحبت بکنه اول برش وقت بتین، دومی که فکر نکنین که کل تاریخ و جامعه شناسی و همه شما میفهمین و ختم میشه به شما، شما که گفتین کافیست. بله. در باباس فرنگی گفتم آینک زنار هم به کار بندازین ببینین اونا چی میگن. اتفاقا خیلی بحث مهم و اساسی هست. دکتر مصطفی ملکیان یک مقاله نوشته در مورد زنان نگری و او فمینیزم را به زنان نگری ترجمه کرده. و او دیدش این هست که حالا هر کسی که مبحث زنان نگری را مطرح میکنه علیه ارزش‌های مذهبی و دینی یک جامعه استاد نمیشه. یک خانم میخواد از دریچه زنانه به امنیت نگاه بکنه. دقیقاً. یک خانم میخواد از دریچه زنانه به رسانه نگاه بکنه. یک خانم میخواد از دریچه زنانه به قانونگذاری نگاه بکنه، به معارف نگاه بکنه، به ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه نگاه بکنه. اگر نگاه نکنه اتفاق... یک جبر نای جان، یعنی باید نگاه بکنه از دریچه دید زنانه. در غیر از او اگر ما از دریچه دید جنس مخالف خود نگاه بکنیم، این زن حبس کردیم دیگه. بله. این زن از بین بردیم، این زن دیگه وجود نداره و این دریچه نگاهی آدم محو شده. ولی چرا جلوی وزیر گرفتن با زدن مهر فمینیستی و اجازه ندادن که زنان وارد حوزه های بشن غیر از جندر، ما باید وارد حوزه های متفاوت. زن باید سیستم سکتور صحت ما رو مورد بررسی قرار بده به عنوان یک پژوهشگر، باید سکتور امنیت ما رو مورد بررسی قرار بده به عنوان یک محقق، باید سیستم آبهای ما رو بدانه، باید وضعیت اجتماعی اقتصادی افغانستان رو بفهمه. و به باور من خوب است که از ابتدای در ابتدا از آرایش هم صحبت کردین. به باور من زن مدرن زنی نیست که خوب آرایش کنه و خوب لباس بپوشه و لباس مدرن بپوشه و رنگ سال رو بدانه. زن مدرن زنی هست که در هر حوزه صاحب نظر باشه و توانایی ابراز نظر داشته باشه. تا بره از او نگوین زیاد گپ نزن، پر حرفی نکن، حرفهای از او انقدر تأثیرگذار باشه که جلو از او رو نگیرن. و این واقعا میتونه نکته باشه که ما از بحث خود بتونیم از روز که یک وقفه داریم که بعد باز میریم طرف.